همیشه گل باشین و اما عمرتان مثل گل نباشه. ادامه برنامه هست، با شما ایزان هستیم. بازم صبح زیبایتان بخیر باشه، بیننده صبح زندگی هستین و تا این لحظه موارد خوبی که داشتیم تقدیمتان کردیم، خدا کنه که براتان خوشایند تمام شده باشه. طوری که پیشترم بر شما ایزان گفتیم، چند لحظه بعد مهمان می داشته باشیم از طریق اسکایپ، بانو سمیرا یفتلی، دکتر سب محترم متخصص نسایی ولادی همراه ما می باشن و در ارتباط با گرفتن دواهای خودسرانه در دوران بارداری صحبت خوبشون همراه ما شریک می سازن که موضوع خیلی مهمی است که متاسفانه اکثریت این مشکلات دارن و فکر میکنن در دوران بارداری اقدر نیاز نیست که بخاطر اندکترین مشکلی که داره او خانم باردار پیش دکتر سای مراجعه نمی کنه و از پیش خود دوای خودسرانه استفاده میکنن، بخصوص برای جاندردی، برای سردردی از دوای خودسرانه استفاده میکنن، فکر میکنن تاثیر گذار است، اما از عواقب از او خبر ندارن و این موضوع سبب برای میشه که خدای نخواسته در دوران بارداری برشون مشکلات زیادی ایجاد شود. بله رویا جان، خانم هایی که در جریان حمل یا بارداریشان از دواهای خودسر به خصوص استفاده میکنن، بالاخره از زمانی که طفل از اینا به دنیا میای مشکلات بسیار زیاد می داشته باشه. ممکن است که دواها بالای ذهن یا مغز کودکشان تاثیر منفی داشته باشه و حتی امکان داره که سوی شکل طفلشان پیدا بکنن و زمانی که تولد میشه مشکل از لحاظ جسمی می داشته باشه. ولی که کدام دواها اجازه است بر یک خانم که استفاده بکنه و کدام دواها قطعا نباید یک خانم استفاده بکنه، تمامی بحث را با دکتر صاحب محترم سمیرا یفتلی متخصص امراض نسایی ولادی می داشته باشیم که همین لحظه روی خط اسکای با ما وصل شدن. دکتر صاحب سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر. به نام یاد خداوند تبارک و تعالی و با تقدیم سلام خدمت شما و همه بیننده های بسیار عزیز برنامه صبح زندگی، آرزو میکنم که صبح زیبا و خوش را آغاز کرده باشن و داشتهایی را که خدمتشان تقدیم خود کردیم برشان مؤثر باشن. بسیار تشکر دکتر صاحب، ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما را باز هم در برنامه دادیم و به صبح و زندگی فرصت دادین تا توصیه های بسیار عالی و مفیدتان را بر بیننده عزیز داشته باشیم. قبل از اینکه در رابطه با طرز استفاده از کدام دواها در جریان حمل و اینکه کدام دواها نباید استفاده شود و معلوماتتان را با ما شریک بسازین، در رابطه با پروسه حمل یا بارداری بر ما بگوین که چگونه یک پروسه است. تشکر رستم جان. خود و همگی واضح است که حاملگی خودش یک پدیده بسیار نرمال و طبیعی در وضعیت یک خانم است، ولی میتونه که در 20 تا 30 درصد وقایع با پیامدها و اختلالات بسیار ناگوار توام باشه و به اصطلاح تشکل نطفه بازگرد یک جنین یا یک انسان در وضعیت و بالاخره شکل گرفتن از او ساختار اعضا، سیستم ها و ارگان ها و بالاخره رشد وظیفه‌ای تمام از این ارگان ها، یعنی مربوط به این است که مادر چه بچی شکل زندگی میکنه، از کدام غذاها استفاده میکنه، با کدام مواد کیمیایی مواجه هسته، چقدر در فضای آرام زندگی میکنه، از کدام دواها استفاده میکنه و بالاخره مواردی به کدام عوامل محیطی مخربی است که تاثیرات منفی را میتونه سر عضویت جنین بگذاره و از طریق مادر به جنین تاثیرات خود داشته باشه. ما در اینجا در بخش نسای ولادی یک بخش است به نام تراتولوژی. تراتولوژی چی است؟ خودش از کلمه تراتوس به معنای هیولا یا دیو گرفته شده و در حقیقت تمام عواملی که چی عوامل کیمیایی باشه، عوامل مثلا میخانیکی باشه، عوامل بیرونی محیطی باشه، دواها باشه، یعنی تمام عواملی که باعث از این میشه که در ایجادش، در رشدش و در تکامل وظیفوی جنین یا اینمی کودک تشوشات رو ایجاد بکنن، اینمی علم به نام تراتولوژی یاد میکنن. پس ببینین شما که یک بخش بسیار بزرگ ارزیابی های یک مادر حامله را اینمی مسائل تشکیل میده و ای از هر بخش میتونه که تاثیر گذار باشه بالای مادر، یعنی بالای مادر چی ما اگر ما این را بخواییم که طبقه بندی بکنیم یا بخواییم که مراحلش را بخواییم بکنیم، این به سه مرحله تقسیم میشه. یعنی مرحله مواجه شدن مادر به اینمی مواد اجنبی یا مواد بیگانه که در این گروه دواها بسیار رسش قرار داره یا در اولویتش قرار داره، ما اگر بخوایم طبقه بندی بکنیم، از زمانی که نطفه ایجاد میشه، یعنی از زمانی که عمل واقع میشه، فرتلایزیشن یا مو القا صورت میگیره، از اونمو زمان تا 3 هفته اول بعد از اون زمانی هست که اینجا یک دوره مقاوم هست، یعنی دوره هست که خانم هنوز نمیفهمه که من هم دارم یا ندارم و این زمان اکثرا به نام پدیده همه و یا هیچ یاد میکنن و ایمانا که از این روز اول که القا صورت میگیره تا 3 هفته اول، یا اگر مواد مثلا دوای استفاده میشه با مواد کیمیایی یا بشاعات مواجه میشه، تشعشعات مادر مواجه میشه، باعث میشه که نمی عمل منجر به سقط شود.
و یا اینکه ایک تغییر در این نقطه ده. ولی وقتی که پیشتر میره از هفته سوم الی هفته های هشتم یا نهم حاملگی، اینی دوره دوره بسیار اساس است، بسیار یک دوره خطرناک است که در اینجا به اصطلاح ارگان ها تشکل میکنه، سیستم ها تشکل میکنه، خطر ایجاد هر گونه سوء شکل های اولادی در نمی زمان که از هفته سوم تا هشتم الی نهم حاملگی است در بر میگیره، یعنی الی 71 روز بعد از القا. در این روز دیگه خطرناک ترین یا اساس ترین زمان است که اگر یک مادر در این مرحله مواجه میشه و دواهایی که مثلا به شکل خودسرانه استفاده کرده یا اینکه اصلا متوجه نشده که باردار است و گرفتن یک دوا اقدام کرده، اینی به زمان بسیار زیاد خطرناک است. و بعد از او هم از هفته 8 و 9 و بعد تا زمان که طفل تولد میشه، اتو نیست که او زمان هم هیچ کدام مشکل نداشته باشد. در او زمان ساختارهای عضویت کامل میشه، ارگانها تشکل میکنن، ولی باز اونجا چی میشه؟ گرفتن نمی دواها به شکل خودسرانه، مواجه شدن به تششعات باعث از این میشه که در ساختار و وظایف اونمو اعضا و ارگانها اختلال ایجاد شه، مثلا باعث تشوشات دماغی شه، مثلا باعث تشوشات رفتاری شه و تشوشات گفتاری شه، و یعنی پرابلم های مختلف بعدی در وظایف ارگانهایی که ایجاد شده بعد از اون میتونه توسط گرفتن دواها در این دوره ها ایجاد شده. و مسئله بسیار مهم دیگه رستم جون، مسئله خود زمان شیردهی است. این به این معنی نیست مثلا یه خانم باردار بعد از اینکه ولادت میکنه دیگه میتونه هر نوع دوا را استفاده بکنه، هر تمام مسائل مشاوره ایش با دکتر قطع بکنه. نه، این تو نیست. وقتی که یک مادر باردار بعد از اینکه ولادت هم میکنه تا زمانی که طفل خود با شیر خود تغذیه میکنه باید در قسمت گرفتن دواها محتاط باشه، و هر دوایی را که استفاده میکنه باید به مشوره یک دکتر مربوطش باشه، به خاطر از اینکه این می رقم که مثلا در زمان حاملگی یک بریر است، یک مانع است بین مادر و طفل که وقتی که چیزی را که مادر استفاده میکنه با مواد دوا بعض دواها هستن که قدرت عبور از اینمی مانع پلاستایی یا اینمی چی میگه ما شما همی یک چپل ارتباطی که بین مادر طفل وجود داره از اینمی عبور میکنه. اینمی دواهایی که از این پلاسنتا عبور میکنه دواهایی هستن که تاثیرات منفی رو برای جنین میگذاره. بله، در دوران بله در دوران شیردهی هم باز می رقم است که بعض دواها هستن که اینا در شیر مادر اطراح میشن. وقتی که اطراح میشن مادر طفلک از این شیر که استفاده میکنه میتونه که بر طفل هم سبب مشکلات جدی ایجاد بکنه. البته خب اون ساختارهای اناتومیک و نرم اون ساختارهای عضویتش مکمل شده، ولی میتونه بسیار تغییرات بگیره در خصوصیات طفل، مثلا با وجود آمدن بعض تشوشات روانی، تشوشات ذهنی و بعض مسائل دیگر میتونه پیش تفلک ایجاد کنه. حتی بودنبه ها میتونه تاثیر بسیار منفی جدی رو هم برای جنین بالای طفلکی که از شیر از این مادر استفاده میکنه با وجود کنه. کاملا دکتر صاحب، حالا بر ما معلومات بتین در مورد خانم هایی که مصاب به فشار بلند دوران بارداری می باشند، اینا از کدام دواها اجازه استفاده را دارن و های استفاده از همچو دواهای تاثیر گذار هست بالای طفلشان یا جنینی که در بطنشان هست یا خیر؟ بطور عموم ما مثلا نمیتونیم تو بگویم که تمام دواهایی که وجود داره، تمام دواهایی که به اصطلاح در خب صحبت های دکتر صاحب را باز هم در برنامه می داشته باشیم، کم مشکل تکنیکی ایجاد شد که فعلا رفع شده و دوباره به دکتر صاحب وصل میشیم و صحبت هایشان را در رابطه با این می داشته باشیم که آیا استفاده از دواها در جریان بارداری کسایی که به خصوص فشار بلند دوران بارداری دارن میتونه خطر جدی را به جنینشان ایجاد بکنه یا خیر، و چقدر مهم است که کسایی که فشار بلند دارن مشوره ها و توصیه های دکتر صاحب را همیشه داشته باشن و به صورت دوام نزد دکتر معالجشان مراجعه بکنن. دکتر صاحب ادامه صحبت دارم داشته باشیم. من گفتم در اینجا دفعه وجود نداره که مسئله نیست که مثلا هیچ دوایی را خانم باردار نمیتونه استفاده بکنن. ما از نظر یک اداره هست به نام اداره دوا و غذای امریکا یا FDA که Food and Drug Administration میگن که این یک اداره هست که تمام دواها را به 4-5 گروپ تقسیم کرده، به 5 گروپ. یکی دواهایی هست که دواهای کاملا مسئول است که در گروپ A دوایی میآید نظر FDA. گروپ دواهایی هست که مثلا ما تحقیقاتی که صورت گرفته بالای حیوانات نشان داده که مشکل نداشته، بالای انسان‌ها هم نداشته و در گروپ B میآید که اکثر نمی دواهایی که ما استفاده میکنیم از نظر FDA در گروپ B است، یعنی گروپ هست که مسئول است. داده بالاخره گروپ C و D و X است که این سه گروپ باز دواهایی هست که دیگه ما مثلا نکسش بخی کاملا اجازه نیست در جریان حاملگی که دوا استفاده شه، و گروپ دی و سی هم گروپ دواهایی هست که ما به اصطلاح مفاد و ضرر خود میبینیم نظر به خانم باردار رو توصیه میکنیم. و می ترتیب در جریان حاملگی
مشکلات است، پرابلم های سی بسیار زیاد است. امکان داره مادر به فشار بلند خون مواجه شود، امکان داره به امراض مثلا طرق تنفسی، به انتانات طرق تنفسی مواجه شود، مثلا مادر به کمخونی مواجه هستند، حساسیت های فصلی هستند، پرابلم های سیستم هضمی است، مثلا دلبدی و استفراغات است، یعنی بسیار پرابلم های است در جریان حاملگی ایجاد میشه و مادر میتونه با مشوره یک دکتر دوای لازمه در این قسمت بگیرم. ما دواهای بسیار زیاد مسعود داریم که البته مطالعات بالای از صورت گرفتم و این به اثبات رسیده که این دواها بالای مادر و به جنین یعنی مادر و فلکش کدام تاثیر منفی نداره. از اون دواها البته توصیه میشه. و در قسمت دواهایی که شما گفتین که از نظر چی شمی استفادهش دواهای فشار بلند خون در جریان حاملگی، این هم گپ بسیار مهم است که فشار بلند خون در جریان حاملگی از پرابلم های بسیار شایع است. یعنی بسیار اکثر یعنی 10 تا 20% مادرها از فشار بلند خون در جریان حاملگی شکایت دارن، مخصوصا بعد از هفته 20 حاملگی که خودش ما در اینجا دواهایی داریم مثلا که اگر این مادر مثلا دوایی که به خاطر فشار بلند خون استفاده نمیکنه، خود از این فشار بلند خون میتونه عواقب بسیار خرابه هم برای طفل داشته باشه هم برای مادر. و این سبب ما دواهای مسئول داریم، گروه‌های مسئول دواها هست که ریسرچ ها و تحقیقات صورت گرفته و اثبات رسانده ای مثلا که دواها کاملا مسئول هست. که دواها البته زیاد من نامش نمیگیرم به خاطر از اینکه گرفتن نام دوا خودش یک گپ درست نیست. از طریق میدیا شما خودتا میفهمین به خاطر که ایجا بزیره میکنه که به کدام شخص آدم کدام دوا را بتم. البته او دواها را وجود داره که او دوا را مثلا میتونه دکتر با مشوره برفتن با یک مرکز سی مثلا مراکز سی ما داریم چی از نظر مراکز سی دولتی هسته، مراکز سی هست که در بخش پرایوت یا شخصی کار میکنه، کلینیک های دکتران نسای ولادی هسته. یعنی در اینجا رفتن با نزد یک دکتر متخصص یا کارمندی که در این بخش میفهمه دانش کافی داره، در اونجا میتونن یک دوای مناسب برشان خواب میشه و برشان تطبیق میشه. یعنی هدف ما از گفته ابراز این مسئله ای است که این به این معنی نیست که بعض مادرها هستن بسیار پرابلم های جدی را هم روبرو میشن ولی باز هم کوشش میکنن که نزد دکتر نرن دوا نگیرن. حتی مثلا مریضایی را ما داشتیم در کلینیک در معاینه خانه مراجعه میکنن بسیار زیاد کم خون، بسیار زیاد به فقدان تمام ویتامینا مواجه هستند. وقتی ازشان سوال میکنیم چرا مثلا شما نامدید نزد دکتر مراجعه نکردید با وجودی که از نظر اقتصادی هم کدام مشکل نداشتید، میگه من خانواده میگه تو باید هیچ دوا استفاده نکنی، تو باید هیچ پیش دکتر نری، دوا برات نقص نکنه. دیگه این مثلا یک ایده یا عقیده کاملا غلط است که ما تو بگیم که هیچ دوایی را باید مادر باردار استفاده نکنم. دواهای را که وضعیت از او ضرورت داره، پرابلم های را که وضعیتش با او مواجه هسته، باید قسمت دوا بگیره. مثلا یکی از مثال ما برتان میدم، یکی از پیامدهای ناگوار فقدان فولیک اسید. فولیک اسید یکی از مستظهرات یا دواهایی است که البته ما اکثرا به خانم‌ها قبل از بارداری حتی توصیه میکنیم، چرا که فقدان از او یعنی در صورتی که منابع کافی فولیک اسید در وضعیت یک خانم وجود نداشته باشه، خود از این باعث ایجاد سوء شکل ولادی بسیار جدی پیش مادران میشه. این سوء شکل ولادی را شما شاید نامش شنیده باشین که به نام چی میگن یعنی انسفال، ما میگیم که نیمه قسمت های سر طفل هیچ نمی باشه، مثلا یا اینکه در پشت سرش در قسمت همی محور ستون و فقرات خب متاسفانه بازم مشکل تکنیکی در قسمت اینترنت ایجاد شد و ما نتانستیم که صدای دکتر صاحب را بهتر در برنامه داشته باشیم، ولی بازم امیدوار هستم که صحبت ها و پیام های خوبه که دکتر صاحب با ما شما شریک کردن مستفید شده باشین و بخصوص خانم های گرامی که در مرحله حمل یا حاملگی قرار دارن، حتما کوشش بکنین که تحت نظر دکتر مالجتان هر دوایی که قرار است استفاده بکنین استفاده کنین تا خطر جدی را به جنینی که در بطنتان قرار داره بر جنینتان ایجاد نشه. و خیلی هم خوب است که در سه مرحله حاملگی یا حمل شما حتما از مشوره ها و توصیه های دکتر صایبای بخش نسایی و ولادی مستفید شوین تا جنین یا طفل صحتمند در آینده بتونین که به دنیا بیارین. بازم قلبا تشکر میکنم از دکتر صایب محترم سمیرا یفتلی که صحبت های بسیار زیبایشان را در برنامه با ما شما شریک کردن. دکتر صایب اگر پیام و گفتنی از شما باقی مانده باشه کوتاه میشنویم. رستم جان به نظر من پیام آخر من نتونستم بشنوانم و بیننده ها گفتم که بعضی از این مواد
دواها حتی باعث میشه که مثلا سوی شکلای اولادی پیش مادرها ایجاد شد. مثلا پیشتر به اهمیت فولیک اسید ما صحبت کردم که در صورتی که یک مادر با فقدان فولیک اسید مواجه باشه، کافی ذخایر کافیش در وضعیتش نباشه، این خودش باعث سوی شکل اولادی میشه. مثلا سوی شکلای اولادی بسیار خطرناک است که به نام انسفال ما یاد میکنیم، این قسمت های بالایی سر طفل نمی باشه، وجه یا روی می باشه و قسمت های سر نمی باشه. مثلا یک موجودیت خود یک ساختمان غیر نرمال دیگه در پشت سون فقرات است که به نام سپینه بیفیدا یاد میکنن. یعنی ببینین که دواها رو ما نمیگیم که هیچ دوایی رو خانم باردار استفاده نکنه، هر دوایی که استفاده میکنه پرابلم داره، من باید نزد دکتر مراجعه بکنه، دوا بگیره و مشکلی که داره، ولی مشکل اون با تفاهم با یک دکتر، با یک متخصص پسیولوژی که در این بخش معلومات کافی داره، با رفتن به یک مرکز سی میتونه که این دوا را اخذ بکنه. فقط پیام ای است که از گرفتن دواهای خودسرانه در به مشوره خودشان، مثلا به مشوره یک خانمی که مثلا قبلا یک دوا را استفاده کرده، بعض اوقات ما دیدیم که از نسخه یک خانم دیگه استفاده میکنن، مثلا میگه فلانی مشکل داشت و ما هم این مشکل دارم، از این دوا از این ما هم استفاده کردم، که یک کار بسیار غلط است. چرا که وضعیت هر انسان فرق میکنه، پرابلماش فرق میکنه، باید یک دکتر ارزیابی شده و ادویه لازمه را باید یک قسمت تخصیص. سلامت باشین دکتر صاحب محترم، یک دنیا تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و از اینکه بر ما فرصت دادین و توصیه های بسیار مفیدتان را با ما و هموطنان عزیز ما شریک کردین. اوقات خوب و خوش برتان میخواییم. خدا نگهدار. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.